کس نیست در این قافله وامانده تر از ما، کس نیست در این قافله وامانده تر از ما، ما بی خبریم از تو و تو با خبر از ما، ما شب زده ایم و تو همان صبح سپیدی، ما شب زده ایم و تو همان صبح سپیدی، تنها تو پناهی، تو نویدی، تو امیدی، عشق ابدی و ازلی با تو بیاید، عشق ابدی و ازلی با تو بیاید، شادی ز جهان رفته ولی با تو بیاید، آرامش بین المللی با تو بیاید، ای عدل علی، عدل علی با تو بیاید، عمری است که در بوته عشقت و گدازیم، عمری است که در بوته عشقت به گدازیم، هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. السلام على المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى. با نام و یاد پروردگار متعال، عرض سلام و احترام و وقت بخیری دارم محضر شریف یکایک شما بینندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه موعود در اسلام. خدای متعال شاکر هستم که در یک جمعه مبارک دیگر توفیق عنایت کرده که بتونیم از طریق این برنامه در خدمت شما سروران گرامی باشیم و انشاءالله برگی دیگر از کتاب معرفت امام عصر علیه السلام را ورق بزنیم تا باشد که بتانیم در زمان غیبت آن حضرت بر معرفت و شناخت ما نسبت به آن امام عزیز بیافزاییم و انشاءالله بتانیم تکالیف و وظائف ما را که در عصر غیبت برای ما تعیین شده به درستی بشناسیم و انجام وظیفه کنیم. در برنامه امروز انشاءالله موضوع صحبت که تقدیم شما خواهد شد در باره ویژگی های حکومت الهی حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود و در بخش بعدی انشاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه این موضوع مهم و اساسی تقدیم شما خواهد شد. خواهش من دستم همراهی بفرمایید. از اینکه بیننده برنامه موعود در اسلام هستین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه انشاءالله حول محور این موضوع خواهد بود که ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السلام چیست؟ ما میتونیم با مراجعه به قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین علیه السلام به این ویژگی ها دست پیدا بکنیم. دعوت کردیم از کارشناس محترم مسائل دینی و استاد گرانقدر دانشگاه فاضل گرامی جناب استاد سید حسن صالحی، در خدمت شما هستیم. بر سلام داریم آقای دکتر صالحی، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستان حضوری در استودیو و بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. السلام علی المهدی، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خیلی تشکر میکنیم از حضور با ارزش شما در این برنامه. همطور که خدمت عزیزان بیننده به عرض رساندیم، صحبت ما انشاءالله درباره اوصاف و ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السلام هست. در خدمت حسالی هستیم. ابتداعا آرزوی همه ما این است، دعا میکنیم در این روز جمعه که حضور در حکومت حضرت و درک حکومت حضرت دعای همه مؤمنان و خوبان و صالحان و مؤمنین بوده است. خیلی از انبیا و اولیای الهی در واقع این آرزو رو داشتن که لحظه ای در سایه حکومت امام زمان ارواحنا فدا باشند، ولو لحظه ای. ببینید حکومت جهان اسلام به رهبری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارای روح و ماهیت متفاوت با دیگر حکومت هاست. خود دیگر حکومت های
در واقع جهان دیگر حکومت‌هایی که بوده است غیر از حکومت‌های در واقع الهی، حکومت‌هایی که به پیامبر الهی ختم می‌شد، به پیامبران الهی، اونها ماهیت‌های مادی داشتن. بله. اما ماهیت حکومت اسلام آموزه‌های وحیانی داره. خب با تعلیم و تعلم در واقع که از خدای متعال، با از اون چی که از خدای متعال میگیرن و در برابر بندگان خدا خدمت میکنن و خودشون رو در مقابل بندگان خدا مسئول میدانن. بله. و رفتارهای اینها، رفتارهای در واقع حاکمان الهی که حکومت الهی را شکل میدهد، کاملا بو و رنگ خدایی دارد. اینها معیار برای اینها ارزش‌های دینی است. خود در کنار ارزش‌های دینی عرض می‌کنم بعداً. خب ارزش‌های مسلم دنیوی مهمه. بله. ولی اون معیار و اصل خداست. لذا در حکومت تلاش این می‌شود که ارزش‌های معنوی برجسته شود. درست. و رضایت خدای متعال در گرو رضایت بندگان خدا شکل می‌گیرد. و همه اینها در واقع حول محور الهی میچرخد. حکومت‌های الهی این گونه است. اصلا اساساً تار و پود حکومت‌های مادی حول هوش سرمایه و مال و پرستش و دنیاست. بله. و عکس اون در واقع اساس و بنیاد حکومت‌های اسلامی حول محور معنویت و حول محور خدمت به خلق خدا و حول محور در واقع رضایت و جلب پروردگار، توجه پروردگار متعال. خب حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به همت والای خود حضرت، به همت والای امام زمان ارواح نافدا، توسعه و گسترش پیدا میکنه و معیار و حول محور وحی. خب با این عرض کردم با ماهیت دینی، خب بعد این حکومت وقتی حول محور در واقع وحیانی، حول محور قرآن شکل میگیرد، خب دارای ویژگی هاییست. خب ویژگی های در واقع داره که این حکومت رو از باقی حکومت های در گذشته ممتاز میکنه و تفاوتی که این حکومت داره در واقع در این ویژگی هاییست که عرض میکنیم. بله. یکی از ویژگی های حکومت امام زمان ارواح فدا عدل محور است. بله. عدالت، اجرای عدالت به قدر به گسترده و بنیادی انجام میگیرد که آرزوی همه گذشتگان بوده. خب کما اینی که ما داریم اصلا آرزوی بشر، آرزوی دیرینه بشر اجرای عدالته، شعار قرآن عدالته. بله. اصلا شعار پیغمبر ما عدالته. لذا شما ببینید در اقوال پیامبر، در رفتار پیامبر اصلا عدالت موج میزنه. حضرت عدالت رو هم به شکل رفتاری، هم به شکل گفتاری به اصحاب، به مسلمان ها، به مردم نشان میدهد که شما عدالت رو سرمشق و سرلوحه زندگی خودتون قرار بدید. بله. لذا اون در واقع شعار قرآنی که شما در ابتدای سخن فرمودین، عدلن و قسطن، جهان پر از عدل و داد می شود، کما ملئت ظلمن و جورا، همونطوری که در واقع جهان پر از ظلم و جور میشه، وقتی حکومت امام زمان شکل میگیره، عدالت به طور گسترده شکل میگیره، به طور گسترده پیاده میشود. اصلا نهاد امام زمان ارواح نافدا نهاد عدالت محور است، نهادی است که عدالت رو در جهان نهاده نمیکنه. خب عرض کردم که وقت امام زمان میخواد این کار رو انجام بده، این یکی از دغدغه های انبیا و اولیا الهی است. بله. اصلا شعار قرآنه. قرآن کریم شعارش چیست؟ میفرماید
ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدای متعال امر به عدل و احسان کرده و رسیدگی به نیازمندان و به اقوام و از فحشا و از منکرات و از ظلم بغی خدای متعال چی کرده؟ مردم رو پرهیز داده، نهی کرده. لذا امر خدا، امر خداست. یه وقتی هست آدم امری خب فردیست، نه، این متن قرآن است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر خدا، دستور خدا، فرمان خدا عدل است. خب لذا ببینید عدالت محوری در قرآن اوج میزنه. و از اون طرف در آیه دیگری قرآن کریم میفرماید خب همان طوری که شما عدل رو برقرار میکنید، امر پروردگار و امر ربی ان لا تعبدو. بعد از امام صادق علیه السلام سوال میکنن آقا جان این دو تا آیه رو چطور جمع میکنید؟ حضرت میفرماید منظور از امر پروردگار همون عدل و احسان است که خدای متعال و ما دستور داده. لذا اگر عدل در دنیا گسترش پیدا کنه، اگر عدل را ما گسترش بدیم، پس در واقع چیکار کردیم؟ امر پروردگار رو گسترش دادیم، یعنی به امر خدا عمل کردیم. لذا یکی از ویژگی‌های حکومت حضرت اینه که عدالت در جهان به طور گسترده در تمام در واقع نقاط و در تمام زندگی انسان در واقع ملموس حس می شود. خدا خیر صحبت خیلی به همه شدیم جناب استاد صالحی بزرگوار. ایزان و بیننده خوشنان دستم همچنان همراهی بفرمایید. وقفه کوتاهی در برنامه هست و میان برنامه تقدیم حضورتان بشه و باز هم انشاءالله در معیت مهمان ارجمند جناب استاد صالحی عزیز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر میکنیم از اینکه همچنان با برنامه موعود در اسلام همراهی میفرمایید. در روز جمعه قرار داریم که متعلق به امام زمان علیه السلام هست و کسانی که منتظر آن حضرت هستند در این روز در تب و تاب بیشتری قرار دارند و دلهایشان در واقع بیشتر از هر وقت دیگری متوجه وجود اقدس صاحب الامر علیه السلام هست. انشاءالله که در یک جمعه همه ما ندای ان المهدی حضرت را بشنویم و ظهور موفور و سرور حضرت را شاهد باشیم. در ادامه فرمایشات ارزشمندی که جناب آقای دکتر صالحی فرمودند در باره ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السلام که عدل و عدالت گستری را عنوان فرمودند، با کسب اجازه از جناب استاد صالحی حدیثی را از کتاب شریف الغیبه نعمانی تقدیم شما میکنیم که امام صادق علیه السلام فرمودند اما والله لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحر والقر. فرمودند به خدا سوگند که همان گونه که سردی و گرمی وارد خانه های مردم می شود، در زمان حکومت حضرت مهدی علیه السلام عدل هم در جوف و در دل خانه های مردم داخل خواهد شد. در خدمت سرور ارجمند جناب استاد صالحی است. بفرمایید استاد. همونطوری که عرض می کردیم ویژگی های در واقع حکومت حضرت، یکی دیگر از ویژگی های که حکومت امام زمان ارواحنا فداه دارد در واقع اون ویژگی رفع مشکلات مردم، رفع نیازهای اقتصادی مردم، یا به تعبیر ساماندهی اقتصاد. ببینید در اسلام اقتصاد و مباحث در واقع فقر زدایی خیلی تأکید شده. خب ما در روایات زیادی داریم از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت می فرماید مردم رو ببینید، وضعیت مردم رو جویا بشید، خدای نخواست اگر فقر سراغی خانه ای بیاید، سراغ شخص بیاید، کادن یکون فقرا، گویا انسان رو به کفر نزدیک میکند. یعنی فقر اگر مدیریت نشود، لذا اونقدری که برای انسانها در بحث فقر توصیه شده، شاید در مواردی توصیه نشده، توصیه به صبر. اگر فقر آمد توصیه شده که بالاخره باید مراقب باشید که این فقر انسان رو به جاهای در واقع حساس و خطرناکی میکشاند. لذا اصلا دستور پیغمبر اکرم این است با حاکمان اسلامی
برای اینکه رفع نیاز مردم محتاجان در واقع دستور پیامبره. لذا بله. در روایتی داریم خیلی جالبه، حضرت میفرماید لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا الفرائض ربنا. میگه اگر نان نباشه خب نمیتونیم نماز بخونیم، نمیتوانیم روزه بگیریم، نمیتوانیم ادای فرائض و دستورات خدا رو انجام بدیم. بله. لذا این در وجداری است که در واقع اصلا بین مباحث اقتصادی و عبادی ارتباط تنگاتنگی وجود داره. گاهی اوقات فقر باعث میشه انسان نسبت به مسائل عبادی در واقع نتواند اون طور شایسته و بایسته است انجام بده. خیلی سختی است. بله. لذا در روایت دیگری از وجود نازنین پیغمبر از حضرت میفرماید سلاس و تحتاج الناس ترعن الیها الامن و العدل و الخصم. سه چیزی که انسان در واقع نیاز داره، نیاز انسان، یکی امنیت، یکی عدالت، یکی بحث این در واقع اقتصاده. اینا از نیازهای روزمره انسانه. در حکومت امام زمان چنان فقر ریشه‌کن می شود، تمام مردم در واقع اون ماهیتاشون رو دارن، خود نیازها چنان برطرف میشه که در روایت داریم میگه در اونجا کسی خودشو مالک چیزی نمیدانه، مالک چیزی نمیدانه. بله. از جیبی هم دیگه برمیداره. همه در واقع به فقرا و نیازمندان کمک میکنه. در واقع اگه در صورت فرهنگ اسلامی اون طوره که در واقع دستورات پیامبر و دستورات قرآن هست عمل شده، مسلما ما فقیری در جامعه نداریم. لذا شما ببینید بحث زکات، بحث خمس، خب این وجوهات شرعی که وجود داره اگر اونطوری که اسلام دستور داده عمل شده و اونجایی که باید مصرف شده مصرف بشه، مسلما ما فقیری نخواهیم دید. لذا متاسفانه الان خیلی از مشکلات جامعه امروزی ما فقره. شما برین سراغ خیلی کسایی که به جرم در واقع دزدی زندانی میشن، خب ریشه اینا فقره. خیلی از جوانها میبینیم به خاطر فقر دست به در واقع ناملایمت ها میزنه. خیلی از در واقع متاسفانه فحشاهایی که صورت میگیره ریشهش در فقره. لذا اگر این مهم در از جامعه در واقع ریشه‌کن بشه، بحث فقر و بحث اقتصاد نهادی نشه و در اسلام در واقع اقتصاد اسلامی گسترش پیدا بکنه، مسلما خب خیلی از مشکلات رفع میشه. همینطوره. بله. در حکومت امام زمان ارواحنا فدا چنان بحث اقتصاد نهاده نمی شود که شما هیچ خانواده فقیری نخواهید، هیچ کسی رو. لذا خداوند متعال در قرآن کریم ببینید می فرماید لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم در واقع چیکار بکنن؟ ایمان بیاورن، تقوای الهی پیشه بکنن، خب برکات از آسمان بر روی اینها در واقع چی؟ و همینطور از زمین گسترده میشه. اینها همه نعمت‌های اینها در اختیار اینها قرار میگیره. خب وقتی در حکومت عدل باشد، وقتی در حکومت امن باشد، مسلما در اون حکومت اقتصاد هم خواهد. خیلی از در واقع این مشکلات برای اینه که بیبندوباری ها به خاطر اینه که در واقع امن نبود، عدالت در جامعه ای که عدالت نباشه میبینی فربه هر روز فربهتر میشه، لاغر هر روز لاغرتر میشه، اختلاف طبقاتی به وجود میاد. خب در جامعه همین گونه است. بعضی ها رو میبینی هر روز پول اینا بیشتر شده میره، ولی اون فقیری مظلوم هر روز فقیرتر میشه، چون در واقع اون آموزه های اسلامی درست پیاده نشده، اون چارچوبه هایی که باید در واقع شکل بگیره اون اساسات و پایه شکل نگرفته. لذا در حکومت امام زمان اصل و پایه اون ایمان است، اون عدالت است. وقتی اون پایه گذاری شده، بعد میریم بحث روی در واقع اقتصاد. اقتصاد میشه درست. لذا در روایت است میفرماید فیختب الناس فیستبشر الارض بالعدل و تعطی السماء فترها. خود چنان در واقع نعمتهای الهی
گسترده میشه که باران هر روز میباره، باران الهی میبارد و از اون طرف زمین هم برکات خودش رو بر روی در واقع مردم گسترده میکنه، برکات الهی در واقع میشه. لذا خب با آمدن حضرت خیلی از معادن و خیلی از در واقع اون ذخایر زمینی میفرماید همه اینها اکتشاف پیدا میکنه. لذا وقتی اینها اکتشاف پیدا کرد، فقر از جامعه در واقع ریشه‌کن میشه. وقتی اقتصاد مردم درست شد، خیلی از برخی ها میگن دیگه، خب در روایات هم هست که در حکومت اون حضرت ظلم نیست، در حکومت گناه کم است، گناه وجود نداره. برای چی؟ برای این که اون زمینه ها فراهم شده. وقتی فقر از جامعه کنده بشه به برکت امام زمان با مدیریتی اون حضرت، مسلما وقتی فقر نباشه گناه در اون جامعه کم است، ظلم در اون جامعه کم است، جنایت در اون جامعه کم خواهد بود و جامعه یه جامعه با نشاط و یه جامعه امن خواهد بود. خدا خیرتان بده. بسیار عالی. خیلی بهرمند شدیم از آقای صالحی عزیز. بینندگان گرامی، خوشمند هستم که همچنان همراهی بفرمایید. باز هم میان برنامه زیبای دیگر هم در این نشست است که تقدیم حضورتون خواهد شد و انشالله فرصت خواهیم داشت که باز هم در بخش دیگر از صحبت و گفتگو با مهمان ارجمند همراه شما بینندگان محترم باشیم. در زیارت شریف امام مهدی علیه السلام که در کتاب شریف مفاتیح الجنان وجود داره، خدمت شما فرازی را عرض میکنم و انشالله پیوندی میتیم به صحبت‌های ارزشمند جناب آقای دکتر صالحی بزرگوار. خطاب به امام زمان علیه السلام در این زیارت شریف عرضه میداریم: السلام علی القائم المنتظر والعدل المشتهر. سلام بر آن قیام کننده که مردم منتظر آمدن و قیام و برپایی حکومت او هستند، و سلام بر آن کسی که عدل مشتهر است، یعنی همان کسی که مردم به دنبال عدلی است که او گسترش خواهد داد و عدلی که مشهور است در میان مردم که توسط آن امام عزیز انشاءالله در سراسر گیتی گسترش خواهد یافت. امام علیه السلام مظهر اسما و صفات پروردگار متعال هست. یکی از اسامی خدای متعال، از اسمای حسنای پروردگار متعال عدل است و قطعا این صفت او در وجود امام علیه السلام متجلی خواهد شد. و یکی از تفاوت‌های عمده حکومت الهی حضرت مهدی علیه السلام با حکومت‌های قبل از ایشان این است که حاکم جامعه خودش عین عدل است. او مظهر صفت عدل الهی است. او عصمت تامه و مطلقه دارد و لذا مانند حاکمان دیگری که هوای نفس دارند و از جاده عدالت به راحتی خارج می‌شوند و بر مردم و رعیتشان ظلم می‌کنند، هرگز این چنین نخواهند بود. در خدمت جناب استاد هستیم تا انشاءالله بتونیم یک ویژگی دیگر از ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السلام را بشنویم. بفرمایید استاد. یکی دیگر از ویژگی های حکومت حضرت برقراری امنیت است. امنیتی که گمشده فعلی بشر است. امنیتی که خیلی ها دنبالش هست. شاید برخی ها بگن که در فلان کشور امنیت است، در کلون کشور امنیت است. ولی امنیت یه مقوله است که همه میدانن تنها امنیت جانی نیست. امنیت مصادیق مختلفی داره. خب امنیت یه وقتی امنیت سیاسی هست، یک وقتی امنیت قضایی هست، یک وقتی امنیت قانونی هست، یک وقتی امنیت اقتصادی هست، همونطوری که عرض کردم، یه وقتی امنیت فرهنگی هست، امنیت اخلاقی هست، خانوادگی هست. خیلی ها مشکلی که باش روبرو هستن، یکی میبینیم امنیت ممکنه جانی داشته باشه ولی امنیت روانی نداره. درست. یکی در خانهش ناامنه، یکی در جامعه با ناامنی در واقع روبرو هست. اصلا در اسلام امنیت خیلی مهمه. لذا در آیات مختلف از قرآن کریم اشاره میکنه به بحث امنیت. یکی از نعمتهای الهی رو وقتی میشمارن بحث امنیت، میگه ما به شما امنیت دادیم، الامن، امان دادیم. لذا اسلام عزیز اصلا بحث امنیت رو خیلی مهم میشماره. لذا اولین در واقع شعار امنیته. اولین دیداری که یک مسلمان
میخواد کسی رو ببینه با امنیت شروع میشه. سلام علیکم. سلام یعنی چی؟ یعنی از جانب من به تو امنیت است. یعنی از جانب من تو در امانی. از جانب من تو شری به تو نمیرسد. لذا امنیت خیلی مهمه. یکی از خصایص ویژگی‌های مهم حکومت حضرت، وقت حضرت حکومتش برقرار می‌شود، چنان امنیت برقرار می‌گردد که فردی، خانمی، جوانی در روایت است که از کوفه به شام به تنهایی با داشتن زیور آلات زیاد مسافرت می‌کنه، اما در این سفر با امنیت خاطر، بدون این که دغدغه داشته باشه. اگر آموزه های اسلامی در جامعه در واقع پیاده شود، این همه امنیت، مشکل امنیتی وجود نداره. متأسفانه ببینید کسی داخل موتوری سوار میشه، خب امنیت اقتصادی نداره، خدا نخواسته کسی دستبرد نزنه، خب این در واقع مشاکلی است. لذا وقتی پیامبر اکرم با مردم روبرو میشد صلوات الله و سلام علیه، میخواست بفهمانه که از طرف من تو در امنیتی، از اسلام در واقع تو در امانی. میخواست این بحث امان امنیت رو برسانه. بالاتر ازی بگم جناب آقای حسینی، امنیت اینقدر مهمه حتی در آخرت هم امنیت حرف اوله میزنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون مناجات زیباش میفرماید اللهم الی اللهم انی اسالک الامان. خدای من از تو نعمت میخوام. اولین خواستم چیه؟ امان، امنیت. امنیت که در زمانی که مردم در خوف و حراسن، مردم در حالی باید پاسخگوی اعمالشون باشه، مردم در حالی که ترسه، لذا هر جا ترس باشه امنیت اونجا نیست. امنیت در جایی است که ترسی نیست، حراسی نیست، شما کاملا آسایش دارید. لذا حضرت می‌فرماید اونجا هم امنیت نیاز دارید. لذا قرآن کریم در آیه زیبایی می‌فرماید ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما یکی از نعمت‌هایی که دادیم اینه بعد از اینی که اینها دچار خوف و ترس شدن، ما این خوف رو تبدیل کردیم به امنیت و آرامی. خب برخی ها گفتن این در واقع بعد از این خوف و ترسی که تبدیل میشه به امنیت در زمان امام زمان اروان افید است. در زمانی که امنیت وجود نداره، امنیت روانی وجود نداره، امنیت های در واقع خیلی جا امنیت های جانی در همه جوامع امنیت ها کم شده، خب وقتی در این گونه است، در زمانی که امام زمان ارواح نافدا می آید، لذا این امنیت به طور کامل برقرار و برگزار می شه. امام صادق علیه السلام می فرماید اون زمان چنان پیرامین همین آیهی که عرض کردم، حضرت می فرماید امنیت آنچنان برقرار می شود در زمان حکومت امام زمان گسترده می شود، هیچ چیز به چیزی دیگری زیان نمی رسد. ترس و وحشتی هیچ جا به چشم نمی خورد. حتی حضرت می فرماید جانوران و حیوانات در بین مردم رفت آمد می کنند، خب نسبت به دیگر آزاری نمی رسانند. خب وقتی امنیت برقرار شد و گاهن آدم می بینه دیگه، حتی حیوان هم جای احساس امنیت بکنه، میبینی کم کم اون حیوان وحشی میاد، پرنده رو شما دیدید دیگه، خود در جایی نشستید یک بار میاد احساس ترس داره، دو سه مرتبه بیاد کنار شما در واقع دانه ای بخوره و بعد احساس بکنه از طرف شما به او ضربه ای نمیرسه، باز میبینی اونس میگیره میاد راحت رفت آمد میکنه. وقتی در جامعه امنیت باشه، چنان در واقع این امنیت به طور گسترده و فراگیر می شود، حتی حیوانات هم بین انسان ها رفت آمد می کنند، حیوانات وحشی، و هیچ مشکلی به وجود نمیاد. لذا در روایات مختلفی داریم حضرت می فرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام
در ضمن بیانی در رابطه با بحث امنیت در زمان حکومت حضرت امام زمان ارواح نافدا، حتی تمش المرأه بین العراق و الشام، لا تضع قدمیها الا على النبات و على رأسها زینتها. حضرت می فرماید چنان در واقع امنیت برقرار میشه. خب این مثال میزنه دیگه، کنایه از اینه که چنان امنیت یک خانم جوانی که یک فاصله طولانی بین مثلا عراق و شام رو طی میکنه که در حالی که دوربرش همه گیاه و سبز است، کنایه از اینه که اون بحث اقتصاد مردم هم رفع میشه و زینت و همه در واقع زینت آلات هم همراهش هست، هیچ گونه تهدید و هیچ گونه احساس ترس و حراسی نمیکنه، امنیت این گونه برقرار میشه. لذا آرزو میکنیم خدای متعال برای همه ما توفیق عنایت بکنه، مخصوصا آرزومندان رو که لحظه‌ای در زیر سایه حکومت امن امام زمان باشی. ان شاء الله. خیلی تشکر میکنیم از آقای صالحی عزیز، خیلی بهره مند شدیم و با شنیدن این اوصاف از ویژگی‌های حکومت امام حسن علیه السلام بیش از گذشته باید مشتاق عصر ظهور آن حضرت بشیم و این اشتیاق باید ما را به سمت دعای بیشتر برای فرج حضرت بکشانه. ان شاء الله که اینطور باشه. خیلی تشکر میکنم بینندگان عزیز از اینکه تا انتهای برنامه همراهی فرمودین. در پایان برنامه دست به دعا برمی‌داریم و دولت کریمه آن حضرت را از خداوند متعال تمنا می‌کنیم. اللهم انا نرغب الیك فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. فی امان الله. خدا نگهدار همتون باشه.